شما را به خوبی میشناسم. معلم، آموزگار، همسایه ستاره های خاوران، همکلاسی ده ها یار دبستانی که دفتر شهایشان پیوست پرونده هایشان شد و معلم دانش آموزانی که مدرک جرمشان از نیشه های انسانیشان بود. شما را به خوبی میشناسم. همکاران صمد و خانعلی هستید. من را هم که به یاد دارید. منم بندی بند اوین. منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهیسیاه کوچولی شدن. منم همان رفیق اعدامیتان. من شیرین علم‌هولی هستم. 13 خرداد 1360 در روستای دیم قشلاق در حوالی ماکو به دنیا اومدم. تا پنجم ابتدایی درس خوندم. فارسی بلد نیستم. 27 سالم بود که در تهران سپاه پاسداران بازداشتم کردند و در محل نامعلومی به مدت 21 روز شکنجه شدم و پس از گذراندن 1 سال و 9 ماه حبس در زندان اوین روز 8 آذر ماه به اتهام اقدام علیه حکومت به اعدام محکوم و در 19 اردیبهشت 1389 بدون اطلاع خانواده و وکیلم در زندان اوین اعدام شدم. من مهدی اسلامیان هستم. منم یکی از اوناییم که به خاطر برادر بودنم و مهر و عاطفه داشتم به برادرم سالیان سال تو سیاه‌چال‌های رژیم محبوس بودم. من یک کمک مالی ناچیز، اونم به برادر کوچکتر از خودم، محاربه است. اگه قرار هر کی به برادرش کمک مالی ناچیز کرده باشه، محارب باشه، پس تمام مردم ایران محاربن. 2 سال بیگناه حبس کشیدم. 1 سال تو سلولای مخوف و انفرادی بند 209 زندان اوین زیر شدیدترین شکنجه ها بودم. تمام این سختی ها رو به جرم برادر بودن متحمل شدم. بدون هیچ دلیل و مدرک و اعترافی اعدام شدم. من فرهاد وکیلی هستم. در بیدادگاهی 10 دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدم. اما اگه روزی 10 بار هم اعدامم کنن و باز زنده بشم، دوباره فریاد خواهم زد آزادی آزادی. سیستم منو یک عنصر ضد آسایش و مخل امنیت خودش میدونست که در هیچ شرایطی حاضر به تمکین در مقابل او نبودم. مرگ برای من سعادتی هدیه شده از طرف دوست، چون که برای ملت. شاید پس از مرگ من و با مرگ من خون انسانی که آیندگان او رو شهید خواهند خوان پشتیبانی باشه برای ملتم، وطنم و فرزندانم. من علی هیدریان هستم. دادگاهم فقط چند دقیقه بود. در بند 209 زندان اوین سخت‌ترین شکنجه ها رو تحمل کردم، ولی هرگز حاضر نشدم در اعترافات تلویزیونی که وزارت اطلاعات سناریوش ریخته بود شرکت کنم. بازجوها به هم گفتن که اگه به اعترافات تلویزیونی تن ندم، منو با فرهاد وکیلی و فرزاد اعدام خواهند کرد. من تصمیم گرفتم که با یارانم سربدار شم و همین هم شد.